امروز میخواهم درباره رنگین کمان با شما سخن بگویم. رنگین کمان یکی از زیباترین پدیده های زاستار یا طبیعت است که انسان را سخت به شگفتی انداخته. در فرهنگ های گوناگون افسانه ها و خرافات دربارش بافتند. از آن میان انسان پنداشته که رنگین کمان معنای ویژه‌ای دارد و در آن پیامی از نیروهای ابرزاستاری فوق طبیعی نهفته است. ایرلندی ها میپنداشتند که در پایه رنگین کمان کوزه هایی آکنده از طلا پنهانند و شگفت نیست که هیچ کس با یافتن این کوزه ها پردار ثروتمند نشده است، چون هرگز نمیتوان به پای رنگین کمان رسید. رنگین کمان پدیده است نوریک یا اپتیک که با نپاهنده ناظر حرکت میکند. رسیدن به پایه آن بی‌معناست. در آلمان سده های میانه بسیاری پیرو این خرافه بودند که 40 سال پیش از به پایان رسیدن جهان دیگر هیچ رنگین کمانی روی نمی دهد. و وقتی رنگین کمانی را می دیدند بسیار شادمان می شدند، چون نشانه این بود که جهان دست کم تا 40 سال دیگر خواهد پایید. در برخی فرهنگ ها می پنداشتند که یک سر رنگین کمان به خدا می رسد. برخی از قبیله های سرخپوستان آمریکایی رنگین کمان را گذرگاه روان می‌نامیدند. کوهنشینان آلپ در اتریش بر این باور بودند که روان مردم درستکار از راه رنگین کمان به بهشت می‌رود. در ژاپن به رنگین کمان پل شناور بهشت می‌گفتند. در برخی فرهنگ‌ها از دیدن رنگین کمان به هراس می‌افتادند. سیاه‌پوستان زولو در آفریقا به آن کمان مار میگفتند، چون بر این باور بودند که رنگین کمان مار بزرگی است ابرزاستاری که پس از باران از لانه بیرون میخزد تا انسانها و گوسفندان را طعمه خود سازد. در افسانه کشتی نوح چنان که در کتاب مقدس آمده رنگین کمان نشانه امید است. بنابر پندار یهودیان و مسیحیان رنگین کمانی که پس از طوفان روی داد نشانه پیمان خدا بود با انسان که دیگر مردم و جانوران را با براه انداختن طوفان از میان نخواهد برد. در برخی فرهنگ ها رنگین کمان خوششگون است و در برخی بدشگون. بدشگون است اگر پایه رنگین کمان بر آب دیده شود. خوششگون است اگر پایه های آن بر خشکی باشند. همچنین میپنداشتند که اگر روز زادمان تولد کودکی روی رنگین کمان روی بدهد آن را باید به فال نیک گرفت. در خرافات مردم کواسی اگر کسی به پایه رنگین کمان نگاه کند سر به نیست خواهد شد. در ادبیات فارسی رنگین کمان نامهای گوناگونی دارد. قوس و قزح که از عربی می آید. همچنین کمان رستم، کمان بهمن، کمان آسمان، کمان سام، کمان گردون، طوق بهار، کمان شیطان، آسفنداک، نوسه، صدکیس، تیراژه، کرکم، همه اینها در فرهنگ دهخدا آمده اند. در گویش ها آن را با بسیاری واژه های گوناگون می خوانند. برای نمونه در تالشی بابا کمان، در سرخه ای علم، در افتری علم، در بلوچی ترینج و درینوک، در بشاگرد درونج، در لکی توویل زرین، در کردی مهابات کولک زرینه و دیگرها. اکنون ببینیم رنگین کمان چگونه پدید می آید. این پدیده از ماهیت موجی نور برمیخیزد و هنگامی روی می دهد که 3 شرط اصلی برای آفتاب و جو و نپاهنده با هم گردآیند. 1. باید چکه ها یا قطره های آب در هوا شناور باشند. به همین سبب است که بیشتر پس از بارندگی دیده می شود. چکه های آب همچنین می توانند زایده فواره‌ای باشند که آب را می پراکند یا آبشاری که آنها را می پاشد. 2. خورشید باید از پشت سر نپاهنده بتابد. 3. ارتفاع خورشید در آسمان نباید زیاد باشد. باید خورشید به افق نزدیک باشد. از این روز که رنگین کمان بامدادان در باختر و شامگاهان در خاور دیده می شود. از آنجا که خورشید بسیار دور است، پرتوهای آن به طور موازی به چکه های آب میتابند. چکه ها باید به اندازه کافی بزرگ باشند، بزرگتر از طول موج نور، وگرنه رنگین کمان روی نمیدهد. چنانکه در این تصویر میبینید، چکه شکل کروی دارد.
پرتوهای خورشید پس از برخورد به چکه برخی بازتابیده می شوند و برخی به درون آن می روند. پرتوهایی که وارد چکه می شوند شکسته می شوند، مانند وقتی که نور وارد منشوری بلوری می شود. نور بر اثر شکست به رنگ های گوناگون تجزیه می شود. رنگ سرخ از همه کمتر شکسته می شود، رنگ بنفش از همه بیشتر. هر یک از این نورهای رنگین پس از برخورد با دیواری روبرویی چکه آب بازتاب پیدا می کند و به دیواری اول چکه برمی گردد و از آن بیرون می آید. رنگ سرخ به سوی می رود و رنگ بنفش به سوی دیگر، رنگهای دیگر بین این دو. همه پرتوهای بیرون آمده از چکه های آب به چشم نپاهنده نمی رسند. تنها رنگهایی به چشم نپاهنده می رسند که زاویه معینی داشته باشند. باید زاویه میان پرتوهایی که از خورشید بر چکه آب می افتند و پرتوهایی که از چکه آب بیرون می آیند و به چشم می رسند 40 تا 42 درجه باشد، چنان که در این تصویر سوم می بینیم. زاویه 42 درجه برای رنگ سرخ و زاویه 40 درجه برای رنگ بنفش. این زاویه 40-42 درجه همچنین زاویه است که چشم نپاهنده را از یک سو به چکه های باران و از سوی دیگر به مرکز رنگین کمان در روی زمین پیوند می دهد. به سخنی دیگر زاویه ارتفاع رنگین کمان است نسبت به مرکز رنگین کمان. پس تنها پرتوهایی که زاویهشان 40-42 درجه باشد رنگین کمان را به وجود می آورند. همیشه کمان سرخ بالاست با زاویه دید 42 درجه و کمان بنفش پایین با زاویه 40 درجه. به سخنی دیگر رنگ‌های گوناگون را چکه‌هایی که ارتفاع‌های گوناگون دارند پدید می‌آورند. چکه‌هایی که رنگ سرخ را به وجود می‌آورند بالاتر از چکه‌هایی هستند که رنگ بنفش را می‌سازند، چنان که تصویر شماره 4 نشان می‌دهد. نخستین کسی که توانست پدیده رنگین کمان را به طور کامل شرح دهد و این زاویه ها را محاسبه کرد رن دکارت فرانسوی بود در سده 17. پیش از او بسیاری دانشمندان کارهایی در این زمینه کرده بودند برای پی بردن به رنگین کمان. از آن میان میتوان قطب دین شیرازی و شاگردش کمال دین فارسی را نام برد که در سده 13 میلادی زندگی میکردند. کمال دین فارسی حتی دست به آزمایش زد. گویهای بلورین را از آب پر کرد و بر آنها نور تاباند تا مسیر نور را دنبال کند، ولی نمی توانست رنگ ها را توضیح دهد. می بایست 400 سال تا زمان دکارت و نیوتن صرف کرد. ناحیه زیر تاق رنگین کمان، یعنی ناحیه زیر رنگ بنفش، نور روشنی دارد. این به سبب پرتوهایی است که از چکه های آب بیرون می آیند و به آن سو می روند و با مولکول های هوا برخورد می کنند. دو نپاهنده که نزدیک به هم ایستاده باشند دو رنگین کمان متفاوت را می بینند که چکه های آب مختلفی آنها را به وجود آوردند. هرچه خورشید به افق نزدیکتر باشد رنگین کمان بزرگتر خواهد بود. اگر ارتفاع خورشید بیش از 42 درجه باشد رنگین کمان را نمیتوان از روی زمین دید. به همین سبب هیچ رنگین کمانی در حوالی ظهر که خورشید بالاست دیده نمیشود، ولی از درون هواپیما یا از بلندی میتوان آن را دید. رنگین کمان در واقع کمان نیست، بلکه دایره است که همیشه بخش بزرگی از آن دیده شدنی نیست. از درون هواپیمایی در پرواز میتوان رنگین کمان را به دیسه دایره کاملی دید، چنان که تصویر شماره 5 نشان میده. همچنین رنگین کمان دارای حجم است، یعنی کمانها یکی پس از دیگری به دنبال هم روی سطح‌های پی در پی ایجاد میشوند، ولی نپاهنده نمیتواند ژرفای رنگین کمان را تشخیص دهد. گاهی اگر شرایط جوی مناسب باشد به جای یک رنگین کمان دو رنگین کمان پدید می آیند، مانند آنچه در این تصویر می بینید. رنگین کمان دوم بالای رنگین کمان نخست جا می گیرد و زاویه دید برای آن 51 درجه است. رنگین کمان دوم کم نورتر از رنگین کمان اصلی است، چون برعکس رنگین کمان اصلی نور دو بار در چکه های آب باز می تابد و مقداری از انرژیش را از دست می دهد. ترتیب رنگ ها در رنگین کمان دوم وارونه رنگین کمان نخست است. رنگ بنفش بالاست و رنگ سرخ پایین. ناحیه میان دو رنگین کمان نخست و دوم تیره است. این ناحیه را باند الکساندر می نامند،
به نام الکساندر افرودیاسیسی، فیلسوف مشائی یونانی که در سده دوم میلادی میزیست و نخستین کسی است که متوجه رنگ تیره خاص آن شد و البته نمیتوانست آن را توضیح بدهد. علت این رنگ تیره این است که هیچ نوری از رنگ کمان نخست یا نخستان به بالا نمی رود و هیچ نوری از رنگ کمان دوم یا دومان به سوی پایین نمی آید. در نتیجه آن ناحیه تیره به نظر می رسد. وقت ما به پایان رسید، ماه هم می تواند رنگ کمان پدید آورد، ولی دیدن آن بسیار دشوار است، چون بسیار کم نورتر از رنگ کمان آفتاب خواهد شد و همه رنگ ها را ندارد. به این پدیده ماه کمان می گویند. شهریور ماه است و یادآور رویداد تاریخی سوم شهریور 1320، رویدادی که تغییر مسیر تاریخ ایران رو در پی داشت. 74 سال پیش در سپیددم روز دوشنبه سوم شهریور، سفرای روس و انگلیس به منزل منصورالملک نخست وزیر وقت رفتند و یادداشتی تسلیم وی کردند، حاکی از اینکه چون دولت ایران به تذکراتشان درباره اخراج آلمانی‌های مقیم ایران اعتنا نکرده است، نیروهای نظامی دو کشور از شمال و جنوب وارد خاک ایران شدند. عباس قلی گلشاهیان که در این زمان کفیل وزارت دارایی بود، در یادداشت‌های خود چنین می‌نویسد: موضوع مهمی که در اول تیر ماه پیش آمد جنگ روس و آلمان بود. دولت روسیه که در ابتدای جنگ با وجود اصرار فرانسه و انگلیس حاضر به جنگ نشد و حتی با دولت آلمان پیمان عدم تعرض بست، یک مرتبه با آلمان وارد جنگ شد. در روزهای اول تقریبا تمام مردم ایران، بلکه دنیا، می گفتند که ظرف چند هفته دولت روسیه مضمحل می شود و دنیا از خطر جنگ نجات خواهد یافت. حتی آلمانی هایی که در ایران بودند نسبت به کالاهایی که از طریق روسیه به ایران می آمد اطمینان می دادند و می گفتند در ظرف 6 هفته دیگر جنگ روسیه تمام است. به نظر من، یعنی آقای گلشاهیان، مرحوم گلشاهیان نویسنده یادداشت، همین اشتباه باعث شد که بدبختانه شاه، رضا شاه و منصور رئیس الوزراء نیز راه غلطی در سیاست پیمودند و در حقیقت میتوان گفت موجب بدبختی امروز کشور و خودشان شدند. گلشاهیان اضافه میکند: گرچه شاه ظاهرا اظهاری نمیکرد، ولی در باطن فوق‌العاده خوشحال بود. سایر مدارک هم که اکنون در دسترس ما قرار دارد این گفته گلشاهیان رو تایید میکنه. رضا شاه مثل اکثریت مردم ایران به دلیل نفرتی که از روس و انگلیس داشت، از پیشرفت سریع نیروهای آلمان در اوایل جنگ دوم جهانی خوشحال بود. در آخرین سالهای سلطنت وی، ایران هرچه بیشتر از روسیه و انگلستان فاصله می گرفت و به آلمان نزدیک می شد. مناسبات بازرگانی ایران با آلمان روز به روز گسترش می یافت و قسمت عمده کارهای عمرانی و تأسیسات صنعتی به کمپانی های آلمانی واگذار می شد. به همین دلیل بود
که هشدارهای سفارت ایران در لندن و مسکو از طرف تهران جدی گرفته نمی‌شد و مقامات مسئول ترجیح می‌دادند که با شاه ایران از این مقوله چیزی نگویند. گلشایان می‌نویسد چند روز بعد از ورود روسیه به جنگ، سفیر انگلیس یادداشتی به وزارت خارجه و رئیس دولت داد که چون آلمانی‌هایی که در ایران هستند در فکر انقلاب و کودتا می‌باشند و این امر بر خلاف مصالح دولت شاهنشاهی و منافع ماست، دولت متوجه باشد و صلاح کشور است که این قبیل آلمانی‌ها را در کشور نگه ندارد و از خدمت دولت خارج کند. آقای منصور مضمون این یادداشت را در هیئت دولت اظهار کردند و بدون آنکه خوانده شود گفتند من با آنها خاطر نشان کردم که این حرفا پوچ است، دولت خودش مراقب است. در همان جلسه صحبتی به میان آمد که واقعا ضرر ندارد توجهی بشود، شاید آلمان‌ها واقعا یک عملی می‌خواهند در ایران انجام دهند نظیر عملیات عراق. آقای منصور اظهار کردند این حرفا بچگانه است. بر صورت خبری دیگر از انگلیس ها نشد. بعد از چندی هم که از آقای منصور در هیئت پرسیدیم آن موضوع چه شد، اظهار کرد قضیه رو تمام کردم، دیگر موضوعی ندارد. و اما قضیه تمام نشده بود، تازه اول کار بود. در شمال ایران ارتش سرخ تا تبریز پیش آمده بود. در خوزستان قوای انگلیس نیروی دریایی ایران رو هدف قرار داد و بندر شاهپور و خرمشهر رو متصرف شده بود. در همان حال نیروی اعزامی انگلیس از سرحد غربی ایران گذشته و در حال حرکت به سوی کرمانشاه بود. ساعت یک بعد از ظهر سوم شهریور هواپیماهای انگلیسی بر فراز تهران ظاهر شدند و بیانیه‌هایی ریختند. ساعت سه بعد از ظهر جلسه فوق‌العاده مجلس شورای ملی تشکیل شد و منصورالملک گزارش واقعه رو به اطلاع نمایندگان رسانید. عصر همان روز وزیران با حضور شاه جلسه کردند و برای اولین بار ولیعهد هم در این جلسه حضور یافت. به روایت گلشایان روز چهارم شهریور مجدداً وزرا به حضور شاه احضار شدند. رضا شاه از جواد عامری کفیل وزارت امور خارجه پرسید آیا سفرای انگلیس و روس به پیشنهاد ما که گفته بودیم دست از حرکات خود برداشته بعد هر پیشنهادی داشتند بدهند و بیایند با ما مذاکره کنند پاسخی دادند؟ چون پاسخ داده نشده بود، شاه گفت من جواب دارم، یک پاکت لاکومور شده در دست شاه بود، گفت جواب این است. بعد رو کرد به آقای سهیلی وزیر کشور و گفت سهیلی بگیر بخوان. سهیلی شروع کرد به خواندن. معلوم شد خبری است به این مضمون که چون دولت ایران با نازی‌ها بست و بند داشته و می‌خواسته است ایران را مرکز اقدامات نازی‌ها قرار دهد، قشون روس و انگلیس وارد خاک ایران شدند که کشور را از خطر نازی‌ها و ستون پنجم آلمان نجات بدهند.
شاه گفت فهمیدید که مقصود چیست؟ تمام این حرفها برای من و خانواده من است. ما تصمیم خود را گرفته ایم که برویم تا تکلیف کشور روشن شود. این تصمیم رو میگیریم برای اینکه کمتر خونریزی شود، چون سپاه ما هرچه دلیر باشند جلوی تانک و تیاره چه میتوانند بکنند. من خدمت خود رو به این کشور کردم، حالا میروم و میخواهم که با آبرومندی رفته باشم. مجلس رو برای فردا دعوت کنید. من به مجلس میروم و رسما استعفا میدم. البته چنین نشد. پس از مذاکراتی که صورت گرفت، وزرا شاه رو قانع کردند که بهتر است دولت استعفا کند، چون رفتن شاه مملکت رو یک پارچه آتش می کند و بیشتر خونریزی خواهد شد. به دنبال این مذاکرات روز پنجم شهریور زکاالملک فروغی جانشین منصورالملک شد. روس و انگلیس اما همچنان ماندن رضا شاه رو در مقام سلطنت بر نمی تافتند. روس ها معتقد به تغییر رژیم و تشکیل جمهوری در ایران بودند. انگلیسی ها میخواستند سلطنت رو به قاجاریه برگردانند، اما چون در بین شاهزادگان قاجار که با آنها تماس گرفتند کسی رو لایق سلطنت نیافتند، سرانجام با مساعی فروغی و سهیلی که در دولت جدید وزارت امور خارجه رو به عهده گرفته بود، مسئله به این صورت فیصله یافت که رضا شاه استعفا کند و جای خود رو به ولیعهد بسپارد. روز 25 شهریور محمد رضا شاه 22 ساله در مجلس حضور یافت و سوگند یاد کرد، در حالی که پدرش پایتخت رو ترک گفته و دوران تبعید رو آغاز کرده بود. هفته گذشته متاسفانه یک اتفاق دردناک برای مطبوعاتی ها رخ داد و یکی از بهترین، بزرگترین، آرامترین، دوست داشتنی ترین روزنامه نویسای ایران آقای محمود طلویی در یک حادثه موتورسیکلت جانش از دست داد. برای در مورد این حادثه ظاهراً روزنامه‌های ایران خیلی قدم فرسایی نکرده بودند. حتی بعضی از روزنامه‌ها این خبر رو که قاعدتاً باید خبر مهمی باشد در صفحات داخلی خودشون چاپ کرده بودند و حتی یکی از اونها بی‌سلیقگی رو به حدی رسونده بود که در صفحه حوادث ماجرای تصادف آقای محمود طلویی، یکی از بزرگترین و بهترین سردبیرهای ایران، رو چاپ کرده بود. در سایت پیام آزادی در یه مقاله‌ای که فکر می‌کنم مال به قلم آقای هوشنگ طالع بود ولی مطمئن نیستم، به این موضوع بسیار اعتراض شده بود و گفته بودند که این واقعاً در شأن روزنامه و روزنامه نویسا نیست که مردی به بزرگی طلویی در یک حادثه چنین غمناک و غم‌انگیز و اندوهبار جان میده و روزنامه‌ها درباره‌اش چیزی نمی‌نویسن. واقعا دلیل این امر چی هست؟ یادم میاد که در سال 1998 بود فکر می‌کنم آقای علی دهباشی مدیر بخارا آمده بود به پاریس و در پاریس یک سخنرانی داشت و در ضمن این سخنرانی خودش
گفت که حادثه بهمن ماه 1357 یکی از لطمه هایی که به روزنامه نویس ها زد این بود که ارتباط نسل گذشته رو با نسل جدید روزنامه نویس ها قطع کرد و در نتیجه ما نتونستیم از تجربیات نسل پیش از خودمون استفاده کنیم. این حرف درسته، ولی به نظر من باید برای اون یک تکمله هم اضافه کرد و اون اینکه درست به دلیل همین حادثه روزنامه نویس های مدر از شناخت یکی از بهترین روزنامه نویس های قبل از خودشون، قبل از انقلاب، نسل پیشین، از شناساییش باز موندند. من خودم آقای طولویی رو خیلی خوب میشناسم به دلیل اینکه کار حرفه‌ای روزنامه نویسی خودم رو با شخص آقای طولویی و در مجله خواندنی ها شروع کردم و در یکی از این مقالاتی که خود آقای طولویی درباره گذشته روزنامه نویسی خودش نوشته به این موضوع هم اشاره کرده است. ما به اتفاق دوتا از دوستان وقتی که در خوی بودیم یک مجله منتشر میکردیم به اسم ترانه که از قالب مطبوعات شهرستانی به خصوص شهرستان کوچکی مثل خوی خارج بود. اگر که تعریف از خود و خودستایی نباشد باید بگم که مجله بود با توجه به امکاناتی که در شهر کوچکی مثل خوی وجود داشت قابل توجه، قابل خوندن، خوندنی و مطبوع. ما این مجله رو تقریبا برای تمام مجلات دیگر میفرستادیم از جمله خواندنی ها و مجله خواندنی ها چندین بار بعضی از مقالات مجله ترانه رو نقل کرد در مجله خواندنی ها. وقتی که من آمدم که در تهران مستقر بشم رفتم پلوی آقای طولویی و وارد یه اتاق شدم، یه سالن مانندی بود، بالاش یک آقای مسنی بود که بعدها شناختم آقای ذبیح‌الله منصوری است و دو طرف اتاق هم دوستا میز و صندلی دیگه گذاشته بودن و یک آقای جوونی هم در سالن داشت قدم میزد. من اومدم جلو گفتم که من میخوام با آقای سردبیر صحبت کنم. آقای طولویی که اون جوانکی بود که وسط ایستاده بود ایستاده گفت من هستم، چه فرمایش دارید؟ گفتم که من مدیر مجله ترانه هستم. البته یک کمی خودستایی بود برای اینکه من مدیر اونجا نبودم، ما سه تا رفیق بودیم که هر سه تامون مدیر اون مجله بودیم و او هم استقبال کرد، ظاهرا مجله رو میشناخت و من رو برد به اتاق خودش و همونجا یه مقدار صحبت کردیم، یه مقدار سنجید سواد من و یه مقدار سنجید ذوق من رو. ظاهرا در امتحان کوچک ایشون بنده قبول شدم و بلافاصله از من خواست که باهاش همکاری کنم و من یک کار کوچکی رو به عنوان یک رپورتاج تلفنی در مجله خواندنی‌ها شروع کردم. اولین ماه حقوقی که گرفتم 190 تومان بود که همش رو یادم هست که زیر پیرنی خریدم. بعد از در حدود 3 ماه که با ایشون کار میکردم یک روز به من تلفن کرد، من اون موقع تو بانک ملی هم رو صبح کار میکردم و گفتش که شما میتونید که بعد از ظهر برای ما کار کنید. من گفتم با کمال میل و از من خواهش کرد که در مقابل یک حقوق که در اون موقع جالب بود در حدود 500 تومن در ماه به طور دائم و به طور حرفه‌ای در مجله خواندنی ها کار کنم. من کار خودم رو با یک پاورقی، یک داستان کوتاه و بعضی تیکه های کوچیک کوچیک که اسم صفحش هم هنوز یادم گذاشته بودم الک کردیم اینها ماند شروع کردم و باید بگم که بسیار از راهنمایی ها
راهنمایی های واقعا برادرانه و دوستانش استفاده کردم. به معنای واقعی کلمه تربیت شدم زیر دستش و از این بابت بسیار بسیار متشکرم. ما روابط حرفه‌ایمون خیلی زود تبدیل شد به یک روابط خانوادگی و رفت آمدهای خانوادگی رو شروع کردیم با هم و همینطور من کارم رو ادامه میدادم در اونجا. دوستا کار نو کردم، دوستا کار کهنه کردم و بالاخره اسم و رسمی به دست آوردم تا یک روزی که آقای فریدون خادم دوست دیرینم آمد و از من خواست که با اتفاقو برم و در مجله روشنفکرم کار کنم. به هر حال این شروع کار من بود در مطبوعات ایران به طور حرفه‌ای که من واقعا مدیون آقای طلویی هستم. آقای طلویی زبان فرانسه و انگلیسی رو خیلی خوب میدونست و البته زبان فارسی هم نثر بسیار لطیفی داشت، با وجود اینکه اهل آذربایجان بود، اهل میانه، ولی نثرش فوق‌العاده زیبا بود. و اونچه که او رو نسبت به مترجمین دیگر شاخصیت میبخشید این بود که بسیار سرعت داشت در کارش. خودش تعریف میکرد که در امتحان لیسانس ادبیات فرانسه که او لیسانس داشت در اون موقع فقط، نیم ساعت دیر رسیده بود و طبیعی است که استاد دانشگاه نمیخواست ایشون رو راه بدهد به سالن امتحانات و او گفته بود که خب من رو که شما میشناسید و من چیز اضافی هم نمیخوام، در همین فاصله کوتاهی که مونده است نسبت تا پایان جلسه به من اجازه بدید که من این کار رو بکنم. اگر که پذیرفتنی بودم بپذیرید، اگر نه که نپذیرید. و استاد پذیرفت و این نیم ساعت بعد تمام جوابها رو جا داده بود با یک نثر بسیار زیبا و قبول شد و به طوری که خودش میگفت یه استادم تعجب کرده بود از این سرعت رو. این سرعت شوخ بعدها هم خب خیلی خیلی دقیق دیدم، چندین بار دیدم. ما همینطور که عرض کردم بسیار بسیار دوست نزدیک بودیم. یک بار هم که در یک جلسه ای در سنتوی واشنگتن برگزار شده بود، آقای طلویی و من و سه تا روزنامه نویس دیگه با هم رفتیم برای کاور کردن این موضوع. در اونجا من اون موقع خیلی کم فرانسه میدونستم و انگلیسی هم اصلا نمیدونستم و تعجب میکردم از قدرت طلویی در تسلطش و اشرافش بر دو زبان انگلیسی و فرانسه که هر دوتا زبان زنده روزگار ماست. و چندین بار من دیدم که اونجا خیلی خیلی قشنگ صحبت کرد و خیلی خیلی خوب از پس سوالات برمیگشت میامد. من البته مجبور بودم از طریق یک مترجم سوالات خودم مطرح کنم و بعض ذالک، ولی آقای طلویی خوشبختانه این مزیت رو داشت که به دلیل احاطش به زبان خیلی خوب و راحت ارتباط برقرار کند با تمام این حرفا. و حاصل مطالعاتی که او کرد به خاطر زبانی که داشت عبارت از این بود که وقتی برگشت به ایران یک کتاب نوشت به نام چهره واقعی آمریکا، که به نظر من برای آدم‌هایی که برای اولین بار میخوان با آمریکا آشنا بشن یک آنسیکلوپدی بسیار بسیار قیمتی است. آقای طلویی از دست رفت. امیدوارم که جامعه تکانی بخورد و قدر اونهایی که موندند بداند. ما تعداد روزنامه نویس درخشان و بزرگ هم در نسل فعلی و هم در نسل گذشته کم داریم و اگر قدر اینها رو ندونیم باعث خواهیم شد که تعداد این مردان بزرگ مطبوعات که شرف مطبوعات در رژیم گذشته واقعا مدیون اونها هست روز به روز از میان برود. فرصت رو مغتنم میشمارم به همسر ایشون خانم ایران طلویی
پسریشون منوچهر طلوعی و دو دختریشون نسرین طلوعی و نوشین طلوعی مرگ پدر نازنین خودشون رو تسلیت میگم. وطنی بود و ملتی بودیم، قوم بی عیب و علتی بودیم، دل به نعلین و تن به سم دادیم، وطن خیش را به قوم دادیم. اختر بخت ما به زیر آمد، ملتی امتی حقیر آمد. هار چندیست خائف و خاریم، مملکت را به دین بدهکاریم. شیخی شیخ ما نبود کافی، داد شاهی به دو هو شافی. تخت هم پایه گشت با منبر، تاج بنهاد روزخان بر سر. که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. سلام و درود به هموطنان و همزبانان عزیزم. در سخنان پیشین گفتیم که حکومتی که به نام مقدسات بر ایران تسلط یافته، برخلاف دعوی خودش با قداست و پاکی، از همان ابتدا تا به امروز میونه نداشته، زیرا طبیعت سیاست و قدرت با معصومیتی که خاص تقدس است از ریشه ناسازگاری. و این واقعیت که مدام حاکمان و عملی ظلم در ایران قدرت و حفظ حاکمیت خودشون رو به قداست وصل میکنند و مدام حکومت صنف روحانیت رو مقدس میخوانند، جز سوء استفاده و جز ابزارسازی از مقدسات نیست. اونها طی این سه دهه بیش از حد ممکن از عنصر مقدس و از ایمان و باورهای ربوبی مردم ایران به نفع قدرت و موقعیت برتر خودشون به عنوان طبقه حاکمه، یعنی به نفع عنصر لوس‌پذیر دنیاوی خاص قدرت بهره گرفتند و تا توانستند گاو مقدسات رو اونقدر دوشیدن که دیگه پستان گاو بیچاره هم خشک شده. این همه دینگریزی و ابزار انزجار از اهل دین و این همه طغیان بر ضد ارزش‌های سنتی و دینی و این همه زبان گشاده که به انتقاد از دین و به خصوص به انتقاد از روحانیون تیز شده و این همه تلاش منتقدانه که برای بازخوانی تاریخ اسلام در جریان است، در هیچ دوری از تاریخ ایران سابقه نداشته و همه و همه در واقع ناشی از وضعیت نابسامان و نامقدسی است که آزمندی روحانیت شیعه به قدرت سیاسی و به سروری بلا منازع بر مردم گوناگون این کشور به وجود آورده. پیش از اینم گفتم و تکرار میکنم که در ایران به نام دین و به نام فقه شیعه واقعی عظیم و خلاف آمد تاریخ رخ داده که بنیانهای تاریخی و فرهنگی ایران را از ریشه کنده و هویت تاریخی و ملی و تمدنی ایرانیان را دچار بحران کرده. در این جابجایی عظیم روحانیون به نام دین بر تخت استبداد کهنسال تکیه زده و خودشون صاحب تاج و تخت شدند. این واقعه موجب اون شده که اعتدال و انتظام جهان ایرانی ما به هم ریخته. اون چه که در این سه دهه در ایران ما میگذره داستان رؤیای دلپذیر یک توهم ملی است که به کابوسی وحشتناک بدل شده و مردم ایران رو به بندها و زنجیرهای گوناگون خود به دست حاکمان دینی فرو بسته است. در نخستین روزهای واقعه در سالهای 56 و 57 مردم دچار یک تصور وهم‌آلود و فارغ از عقلانیت شده بودند و تصور اونها این بود که دوران طولانی انتظار منجی به پایان رسیده. گویی همه ادعیه و اورادی که طی قرون
به وسیله پدران و مادران و اجداد مردم این سرزمین خونده شده بودند و تمام نذر و نیازهایی که نثار ائمه و معصومین و اولیا و انبیا و امامزاده های مدفون مکشوف و نامکشوف در ایران یا خارج از ایران شده بود، همه در حال مستجاب شدن هستند و همه آرزوهایی که مؤمنان ایرانی با ائمه و اولیا در میان میگذاشتند در حال برآورده شدنند. در چنین حال و هوایی و در چنین فضای توهم زده ای بود که به اونها گفتند عکس امام در ما هست و مردم رو به بالای بام ها فراخواندند تا عکس امام رو در ماه ببینند. اما در اون روزها امام چه معنایی داشت برای مردم شیعه ایران؟ امام یک واژه مقدس بود. واژه امام برای شیعیان به معنای پیش نماز نبود، اونطوری که برای عرب ها و سنی ها معنا داشت. مربوط به 12 معصومین بود که در واقع آخرینش در غیبت بود، بنابراین مربوط به عالم غیب بود. بنابراین نخست این قداست، یعنی لفظ امام و معنای امام، به نفع سیاست و قدرت یک صنف روحانی که به وسیله آقای خمینی نمایندگی می شد مصادره شد. این اولین مصادره مهم امر قدسی بود. بعد هم که امام آمد و حواریون و جمع آمدگان و مسحور شدگان و البته فرصت طلبان که همواره در اکثریتن با شنیدن نام امام در مجامع و در محافل و با شنیدن نام آیت الله خمینی سه بار و گاهی بیش از سه بار صلوات می‌فرستادند تا در هیاهوی اختراق آور اون صدای مخالفان رو خفه کنند. صلوات خاص نام پیغمبر بود و مربوط به امر مقدس بود. این امر مقدس هم به نفع رهبر سیاسی که آمده بود تا حکومت تشکیل بدهد و قدرت را از مردم بگیرد و به صنف روحانیت ببخشد مصادره شد و تبدیل به وسیله سرکوب دیگران شد. از این پس همه عناصر دینی، معنوی، ربوبی و همه مقدسات در خدمت یک برنامه سیاسی قرار گرفتند که میباید قیمومت فقیه رو بر ملت ایران که نام ملت از او گرفته شده بود و جامعه بندگی گلوار و محجوریت امت بر او پوشنده بودن رو تضمین بکند. از همینجا کارکرد و فونکسیون مقدسات و امر قدسی که خاص دین و معنویات و باورهای مربوط به عوالم غیب و آن جهانی بود یکسره تغییر کرد و تبدیل به ابزاری شد برای توجیه به اصطلاح سرکوب و خشونت گروهی که می‌خواستند به نام دین صاحب قدرت سیاسی در ایران بشن. دیگر از این پس مقدسات مقدسات نبودند، ابزار توجیه تسلط سیاسی صنف روحانیت شیعه و همدستان بازاری و جمعی ناآگاه و مردم فرصت طلب یا خشک مقدس بود. مساجد و منابر و مقابر و مراقد متبرکه، همه اعیاد و مراسم و آیین‌ها و مناسک به نفع سیاست مصادره شدند و تبدیل به ابزاری برای ایجاد خفقان سیاسی شدند. قدرت که به دست آمد میباید در دست صاحبان جدیدش حفظ میشد و حفظ قدرت نیازمند به قتل و کشتار و شکنجه و مصادره و اخراج و گریزاندن مردم از کشورشان بود. همه اینها طبق برنامه بیوقفه در ایران انجام گرفت و روی ملتی که کشور و سرنوشت خودش رو به دست اهل دین و صنف ملایان سپرده بود پیاده شد و همچنان پیاده میشه. همه بی‌عدالتی ها، کشتارها، شکنجه ها به نام قداست و به نام حفظ نظام مقدس در ایران صورت گرفت و 36 سال تداوم یافته. بنابراین چگونه میشه انتظار داشت که جوهر دین که امریست قدسی دست نخورده و مقدس باقی بماند، در حالی که هرچه بدکاری، هرچه ظلم، هرچه قتل و غارت و جنگ افروزی و شکنجه و سرکوب و حق کشی و بیعدالتی که در این کشور صورت گرفته در این 36-7 سال به نام دین و به نام مقدسات بوده است. آیا ادامه چنین وضعی در کشور ما که تنها کشور شیعه جهان است که اکثریت مردم شیعه‌اند میتواند تداوم اعتقادات مردم به تشیع و تداوم اعتقاد به مقدسات مذهبی رو تضمین بکند؟ آیا میتواند ارزش‌های دینی رو تقویت بکند؟ آیا این تضاد آشتی ناپذیر میان امر سیاست و کشورداری و امر دین و قدرت سیاسی هنوز به اندازه کافی برای روحانیت شیعه و برای آیات اعظام روشن نشده است؟
پرسش من این است که چگونه است که این آقایان اگر به فکر ایران و ملت ایران نیستند، که نیستند، دست کم به آینده دینی که لباس متولیگری آن و لباس مرجعیت آن را به تن دارند فکر نمی کنند؟ آیا هنوز هم تصور می کنید که می شود از کیسه مقدسات هزینه امور لوس پذیر و امور مربوط به کار ملک کرد و امور مربوط به آزمندی صنفی خود و به نام خدا و پیغمبر به تداوم ظلم و بیداد کوشید؟ آیا وقت اون نرسیده که باقی مانده ارزش‌های قدسی و دینی در این کشور از لوس قدرت سیاسی نجات پیدا کنند؟ آیا فکر می‌کنید که در روزگاری که همه اخبار و اطلاعات و دانش‌ها و اندیشه‌ها به اصطلاح قابل دسترسی هستند و آزادی تبدیل به والاترین ارزش بشری شده است، تا ابد میشه به نام اهل بیت و بنی هاشم و 14 معصوم و امام غائب بر ملت ظلم کرد و ظلم خود رو به مقدسات بست؟ آقایان روحانیون، آیا وقت تجدید نظر فرا نرسیده است؟ چون سخن به دینجا رسید، یک شعر کوتاه هم خدمتتون میخونم. اسم حکومت دین. دین که حاکم شود به کشور تو، بر تو خنجر کشد برادر تو. جهلت آموزگار و ننگ مراد، ستمت داد و ظلم داور تو. هم خدایت شود به سکه بدل، هم شود راهزن پیامبر تو. هم تجاوز کنند بر روحت، هم بسوزند بال و پیکر تو. دین که حاکم شود همان دوزخ شعله ور می شود برابر تو. هر چه زیبایی است و شور و نشاط، وان چه اندوخته است باور تو، خشک و ترهیزمند و در آتش همه خاکسترند بر سر تو. آسمان ظالم است و خاک تباه، دین که حاکم شود به کشورت.